سلام و وقتتون بخیر به خبر در خوش آمدید در آغاز سرخط خبر شروط مسکو برای رسمیت شناختن حکومت سرپرست وزارت خارجه روسیه میگوید که مسکو تا هنگامی که طالبان به تعهداتش و خواسته های جامعه جهانی عمل نکند بر رسمیت نخواهد شناخت. ما طالبان را به رسمیت نخواهیم شناخت تا هنگامی که آنان به تعهدهایی که با جامعه جهانی انجام داده بودند عمل کنند ادعاها درباره کاشته شدن طراح حمله بر میدان هوایی کابل رویترز گزارش داده و و گروه دایش که طراح حمله بر میدان هوایی کابل در ماه اگست سال 2021 میلادی بود در عملیات نیروهای مرتب اسلامی کاشته شده است در یه واقعه علیه پدیده عملیات و عملیات امارات اسلامی و بخش از دیدوهای ویژه ما زیادتر بوده در ولایت مختلف آنها داشتند داشتن که از بین بردشته و بسیار کسای کلیدی و مهم از بین بردشته پاکستان در خط دیورند با افغانستان اما امارات اسلامی میگوید که برنامه حسارکشی در دوره حاکمیت امارات اسلامی آغاز نشده و حکومت سرپرست مخالف حسارکشی است بر بنیاد مدیریت مرزی در 2611 کیلومتر مرز افغانستان پاکستان بیش از 98 درصد کار حسارکشی به پایان رسیده است و هشدار چین از بدتر شدن اوضاع امنیتی جهان چین هشدار داده که تمرینات و مانورهای مشترک نظامی میان آمریکا و فیلیپین سال ثبات و امنیت در منطقه و جهان را به شدت آسیب خواهد زد من حامد بهرام هستم وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو تا هنگامی که طالبان به تعهداتش و خواسته های جامعه جهانی عمل نکند، بر رسمیت نخواهد شناخت. سرگئی لاوروف شرایط بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست را تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر میداند. همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که بر رسمیت شناختن طالبان همچون یک گزینه برای آمریکا مطرح نیست. اما امارات اسلامی از تمامی کشورها میخواهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنند. وزیر خارجه روسیه که ریاست شورای دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز به عهده دارد در این نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد میگوید که گفتگو با طالبان در حال حاضر یک نیاز است <applause> ما طالبان را بر رسمیت نخواهیم شناخت تا هنگامی که آنان به تعهدهایی که با جامعه جهانی انجام داده بودند عمل کنند و تا هنگامی که آنان حکومت همشمول با حضور تمامی اقوام و نمایندگان سیاسی تشکیل ندهند و حقوق بشر را رعایت نکنند آنان را بر رسمیت نخواهیم شناخت. ایجاد یک حکومت همشمول و اعاده حقوق زنان و دختران در افغانستان از های مردم افغانستان از که و کشور منطقه هم به خوبی در کرده از سوی هم رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان در صفحه تیویترش نوشته است که به حقوق تمامی افغانها به ویژه زنان عادیسازی روابط با طالبان امکان پذیر نیست همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که بر رسمیت شناختن طالبان همچون گزینه برای ایالات متحده آمریکا مطرح نیست چیزی که می خواهم بگویم این است که هر نوع بر رسمی از شناختن طالبان کاملا خارج از میز این دیدارها بوده و مطرح نیست. اما امارت اسلامی چگونگی تشکیل نظام و برخی از مسائل حقوقی را از مسائل داخلی کشور می داند و از تمامی کشورها می خواهد که در این باره مداخله نکنند. چگونگی نظام، نظام یا همچنان چگونگی حقوق افراد در افغانستان این مسائلی است که مربوط به مردم افغانستان میشه بهتر از کشورها در اموری که مربوط به افغان ها است نداشته باشند انتظار می رود تا یک هفته دیگر نشست دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان ویژه کشورها در دوها برگزار شود. امینه محمد ابراز و میتوری کرده بود که در این نشست گام های نخستین برای برگشت در مسیر رسمیت شناختن حکومت سرپرست شناسایی شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی تعیین کرد سخنگوی این سازمان میگوید که فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان تعیین شده است هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان ارزیابی های مستقل و توصیه های جامع و منسجم را درباره چالش های کنونی افغانستان ارائه خواهد کرد. دستایی هم امارات اسلامی از نماینده تازه دبیر کل سازمان ملل متحد میخواهد که گزارش هایش را بر بنیاد واقعیت های کشور تهیه و ارائه کند. فریدون سنرلی اغلو به تازگی همه هنگ کننده معمولیت ویژه ارزیابی در امور افغانستان گماشته شده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که آقای سنرلی اغلو بر بنیاد قطنامه 2679 شورای امنیت در این پست تعیین شده است و از وی خواسته شده است که ارزیابی های مستقل و توصیه های جامع و منسجم را درباره چالش های کنونی در برابر افغانستان ارائه کند. امروز دبیرکل فریدون سینیریلی اغلو از ترکیه را طبق قطنامه 2679 شورای امنیت به عنوان همه کننده ویژه برای ارزیابی وضعیت افغانستان تعیین کرده است. دبیر کل از وی خواسته است که ارزیابی مستقل را برای رویکرد کرده یک پرچه و منسجم و رسیدگی به چالش های فیلی در افغانستان رهبری کند. اما امارت اسلامی می گوید که باید گزارش ها درباره افغانستان بر بنیاد واقعیت های کشور ارائه شوند. که هر کسی <تصال> که میاد واقعیت مدی نظر بگیره موقف مللم بسیار مهم است در تو افغانستان مسئولیت ها داره باید مسئولیت ها خود دفت بکنه تا همکار باشه با حکومت و مردم افغانستان اصایی هم شما از آگاهان مسائل سیاسی تعیین نمایندههای های سازمان ملل را درباره باره گرداوری گزارش ها در بخش های گونگون کشور مهم <مشور> می دانند. اقدام نیک است و <مشور> مردم افغانستان هم بدوار هستند تا سازمان ملل متحد با حیسي یو سال باندې مېروري از اوتار ته وایسته خط کې تر جهاندارات لپاره غف مشکلات افغانستان اقدامات جديد روی دست گیرند دلت دي حسن چورې درمسته کولو فلر کی او پاینې پا حال کی د وسان حکومت سره رسمیت وباف کی دوی تر اوسه په هغډول چی باید کار کړو وای بلګر بلته ده په بسار اړون په معمولات کې پات راغلی فریدون سینرلی اوغلو در سال 2015 میلادی دیپلمات وزارت خارجه ترکیه بود و پس از آن در سالهای 2016 تا 2023 میلادی نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بوده است. رویترز گزارش شده و عضو گروه دایش که طراح حمله بر میدان هوایی کابل در ماه اگست سال 2021 میلادی بود در عملیات نیروهای امارت اسلامی کشته شده است امارات اسلامی هرچند کاشه شدن طرح حمله بر میدان هوایی کابل را تایید نمی کند اما می که امارات اسلامی در عملیات های گوناگون بیشتر پناهگاه های گروه داعش را در ولایت های مختلف کشور نابود کرده خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های امریکایی نوشته است که طالبان یک عضو گروه داعش را که طراح اصلی حمله انتحاری بر میدان هوایی بین کابل بود را کشتند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید هرچند از این عضو داعش نام نمیبرد اما در بیانیه گفته است که یکی از اعضای کلیدی شاخه خراسان داعش بود که به گونه مستقیم در طراحی عملیات های مانند دروازه ای بی میدان هوایی کابل دست داشت همزمان با این وزارت خارجه آمریکا میگوید که شکن کردن داعش در منطقه از ماموریت‌های اصلی ایالات متحده آمریکا است. تخریب داعش در منطقه همچنان اولویت اصلی دولت ما است و این چیزی است که ما به طور جمعی با متحدان و شرکای خود در منطقه به کار رویان ادامه می دهیم. اما امارات اسلامی کشته شدن راه حمله انتحاری بر میدان هوایی کابل را تایید نمی کند. اما میگوید که بیشتر پناگاه گروه داعش در ولایت های مختلف از بین برده شدند. در این علیه پدیده داعش عملیات و حملات امارت اسلامی و به خصوص نیروهای ویژه ما زیادتر بوده در ولایت مختلف آنها مخفیگاه داشتند که از بین برده شده و بسیار کسای کلیدی و مهمشان از بین رفت حالا ما دقیق نمیتونیم که آیا نو که سيتي د ميدانوي دومره اوسه مختدل تراو جواسینیسم نه او تفشیر ګوروی دایش نه تنه په صوبات افغانستان انوز هم یکه تعدید است بلکې په صوبات کښورای منطقه او فرامنطقه هم یک تعدید محسوب میشان حمله بر دروازه ایبی میدان هوایی کابل در 26 آگوست سال 2021 میلادی هنگام رخ داد که باشندگان کابل برای رفتن به بیرون از کشور در این دروازه تجمع کرده بودند. در نتیجه این حمله دست کم 170 غیر نظامی کشور و 13 نظامی امریکایی کشته شدند. مسئولان ارتش پاکستان میگویند که کار حسارکشی در خط دیورند بیش از 98 درصد به پایان رسیده. سخنگوی ارتش پاکستان می که برای جلوگیری از ورود حراس افکنان در پاکستان بیش از 80 درصد برج های نظارتی در خط دیورند ساخته شدند. امارت اسلامی می گوید که برنامه حسار کشی در دوره حاکمت امارت اسلامی آغاز نشده است و حکومت سرپرست مخالف کار حسار کشی پاکستان در خط دیورند با افغانستان است. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه از پیشرفت در کار حصارکشی در خط دیورند خبر داد این نظامی پاکستانی میگوید که بر بنیاد برنامه مدیریت مرزی قرار است در خط دیورند 2611 کیلومتر حصارکشی را اجرا کنند و کار ساخت برج‌های مراقبتی را نیز به پایان خواهد رساند در پیش در برنامه مدیریت مرزهای غربی کار که هنوز هم جرایان دارد در آسانی به پایان رسیدن است بر بنیاد مدیریت مرزی در 2611 کیلومتر مرز افغانستان پاکستان بیش از 98 درصد کار حسارکشی به پایان رسیده است از سوی هم امارت اسلامی می گوید که کابل و باشندگان دو سوی مرز با این کار پاکستان موافق نیستند در زمان مرز افغانستان آغاز نشده و بعد جریان هم ندارد البته ما خواهان ازی هستیم که بین افغانستان و افغانستان روابط بسیار آسانی ایجاد باشه و اعتماد داشته باشه این نظامی پاکستان می افزاید که گفتگوها با مقام های حکومت سرپرست افغانستان برای پیدا کردن یک سازگار مناسب برای تامین امنیت مرزها ادامه دارد. اگر تو مدیریت آن یک جانبه نیست حکومت پاکستان اداره های امنیتی نهادهای تحقیقاتی گمرکات و نهادهای دیگر کار می و بیشتر نیز کار خواهند کرد در سطح حکومتی نیز با حکومت سرپرست افغانستان این گفتگو وجود دارد که امنیت آن و عوامل که وجود دارد و یا ساز که برای این مسئله نیاز است بیش از این بهتر شود پاکستان در شدت خلق میکنه چیزی خودشان, خودشان افغانستان با پاکستان بیش از دو هزار کیلومتر و در ولایت های بدخشان، نورستان، قندهار، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند، خوست، کنر، نیمروز مرز مشترک دارد. امارت اسلامی در واکنش به نشست ویانا میگوید که حکومت سرپرست و سوی تقسیم بندی نخواهد رفت سخنگوی حکومت سرپرست می افزاید که رهبران سیاسی حکومت پیشین نباید به فکر دامن زدن جنگ در افغانستان باشند سیومین روز نشست ویانا به روز چهارشنبه با شرکت نزدیک به از چهره های سیاسی رسانایی جامعه مدنی و مقام های حکومت پیشین در پایتخت اتریش به پایان رسید سومین روز نشست ویانا در پایتخت اتریش به روز چهارشنبه پایان یافت شماره چهره های سیاسی مقام های پیشین و نمایندگان جریان های سیاسی در این نشست سه روزه که از سوی انستیتیوت امور بین المللی اتریش در شهر ویانا برگزار شده است درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند تعداد این نشست را بنا به حضور برخی از نیروهای اثرگذار و تعیین کنندگی آنها فرد محور و انحصارگرایانه خواندند اما امارت اسلامی برگزاری چنین نشست ها را به سود کشور نمی داند و می گوید که حکومت در افغانستان به سوی تجزیه نخواهند رفت. باز به با جنگ و حرج و مرج و تقسیم بندی ها نمی رفت و کسایی که در یانا جمع شدن متاسفانه کسایی بودن که امتحان خود در دادن دیده شدن و اعمالشان است در این نشست شماره چهره های سیاسی همچون احمد مسعود دکتر رنگین دادفر سپنتا صلاح الدین ربانی رحمت الله نبیل محمد محقق فوزیه کوفی فضل احمد منوی دعوت شدند ادامه خبر در خوش آمدید سازمان جهانی هواشناسی از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده دبیر کل این سازمان میگوید که 19 میلیون تن در افغانستان با نمنی خوراکی روبرو هستند همزمان با این معاون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که بزرگترین کمک را در سطح جهان در سال روان برای افغانستان درخواست داده. شماره از باشندگان پای پایتخت میگویند که به علت بیکاری با چالش های فراوان اقتصادی روبرو هستند این باشندگان میگویند که در شرایط کنونی با کمک های نهادهای مددرسان نیاز دارند و باید کمک ها به گونه شفاف با آنان توزیع شود در ما دنیمی کمک ضرورت داریم یعنی مال ما افتاد رو پر روز نان خنک می خرید در خونک که می چیر میشه شود تو سیر می نان نمی رفید که بخورید دولت خود می که کار یک بار یک... روز روزگار داشته باشیم ما خوش هستیم دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی میگوید که در حال حاضر نیم جمعیت افغانستان با نامنی خوراکی روبرو هستند. increase of, uh... ما بار دیگر گواهی افزایش ناامنی خوراکی در جهان هستیم بیش از 20 میلیون تن در آفریقا 28 میلیون تن در آمریکای لاتین و دریای کارائیب 19 میلیون تن در افغانستان و 7 میلیون تن بار دیگر در سودان جنوبی به ناامنی خوراکی روبرو شدند از سوی هم معاون دبیری کل سازمان ملل متحد میگوید که طالبان باید حقوق زنان و کودکان را تامین کند تا ملل متحد بتواند به کمکهایش به افغانستان ادامه بدهد women, بدون کار زنان که فعالانه در عملیات بشردوستانه فعالیت داشته باشند نمیتوانیم به با کمک های بشردوستانه به زنان و دختران برسیم شما میدانید که زنان و دختران همیشه آسیب ترین بخش در یک بحران انسانی هستند بنابراین طالبان باید این فرمان ها را تغییر دهند سازمان ملل متحد برای کمک به بیش از 23 میلیون تن در افغانستان در سال روان میلادی 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده است و تا اکنون تنها 5 درصد این کمک ها را به دست آورده است قرار است یک دختر 16 ساله در ولسوالی چپرهار ننگرهار پس از عملیات زندگی خود را به عنوان یک پسر ادامه دهد ده اما خانواده این دختر میگوید که توان پرداخت هزینه این عملیات را ندارد خانواده عادله که هم اکنون نام عبدالرحمن بالایش نهاده شده میگوید آنان از سه سال بدین سو آگاهی حاصل کردند که این دختر غریزه پسرانه دارد اما از ترس این موضوع را پنهان نگه داشتند با این حال پزشکان میگویند که عملیات این جوان 600 افغانی هزینه برخواهد داشت این عبدالرحمن 16 ساله باشنده ولسوالی چپرهار ننگرهار است که تا کنون عنوان یک دختر زندگی کرده است و پس از معاینات پزشکان تازه معلوم شده است که او یک دختر نه بلکه یک پسر است پزشکی معالج عبدالرحمن میگوید که این جوان 80 درصد غریزه اش مردانه است و پس از عملیات به یک پسر زندگی خواهد کرد د نارین پک د نارینهو سب نه پک پروستات موجود و سیمینل ویزیکل پک موجود وو او د اهلیل پک موجود و از سوی دیگر عبدالرحمان میگوید که از سالها به این سو احساسی مردانه داشته است اما از شرمی خانواده و نزدیکانش ن توانسته است این موضوع را با خانواده خود شریک سازد نوې مور خپل ورساله ډاکټر تا هغه ډاکټر و هیڅ چله یې نه आले دنیا شینبم ورته دا غا کړې ډاوالن کول و یې ځاله کې دغه نکرې ځبېم نه کې خدله و یې ځاله کې مزه نکرې ځکو موي هلکان خو یې نه ګدي و باین هول خونواده عبدالرحمن میگویت چې عملیات ان جوان نزدیک به 600000 افغاني خزينه درات او اگر بانون با همکاري مالي انجام نشود ممکن او به ارزوهایش نه رسد په ګفته اونون به علت فقر و ترس از مردم نمی خواستند که عبدالرحمن را عملیات کنند. د خلکو د کلو د خلکو نم پټه ساتلی و چې پر خلک خندی او بل د غریبی د نم وسانه کیدانو حدود 5 سال پیش از این نیز یک دختر به نام عادله در ولسوالی رودات ننګرهار پس از عملیات جراحی ثابت شد که پسر است و برای او هم نام عبدالرحمن را نهادند باز هم خوش آمدید یک زن متشبس در هرات با ایجاد یک کارگاه گلدوزی برای یه شماری از دختران محروم از آموزش زمین کار فرام ساخته حرفه گلدوزی در سالهای پسین از سوی زنان در هرات رونق یافته است و بیشتر این ساخته های دستی در زیباسازی خانه ها استفاده می شود با این حال رئیس اطلاعات فرهنگ هرات اطمینان می دهد که از کار و فعالیت زنان و دختران متشبس در این ولایت پشتبانی می کنند. بر روی بوجی های نخی گل های گونگون می دوزند و ساخته های بی نظیر دستی تولید می کنند. این یک ساخته دستی تازه است که از سوی شماری از زنان در هرات رواج یافته است. رازی احراری یک زن متشبس در هرات این کارگاه گلدوزی را به تازگی فعال ساخته است. آله اله شکر سفارشات دارم. هشت شاگرد دارم. یک نقاش دارم. نونفر می شم. بعد چرا برای دختر خانم ها خیلی خوب شده بیشتر گلدوزان در این کارگاه دختران محروم از مکتب هستند این دختران پس از مسدود شدن مکتب ها برای کار و فرا یک هنر اینجا آمدند مکاتب اگر باز شد باز میتونم این کار را ادامه ادام. در پلوی از اون تحصیل خورم ادامه دام وقتی که مکتب بسته شد من رجا آوردم به این کار یک اونر خوبیه و امیدوارم دوباره مکتب ها شد در کنار مکتب خو این اونر را پیش ببرم مقام های محلی هرات اطمینان می‌دهند که از کاروبار تجارتی زنان و دختران در این ولایت پشتیبانی می کنند. با گفته آنان اداره محلی هرات در زمینه توسعه فعالیت‌های های تجارتی زنان تلاش می ورزد. ممانیتی از سوی کدام ارگان نشده و مورد حمایت قرار گرفته و انشالله کوشش هم جریان داره که همچنان کار و بار خانوما طبق شریعت اسلامی مورد حمایت و تشویق قرار بگیره در جریان نزدیک به دو سال پسین ساخته های دستی زنان و دختران در هرات دوباره رونق گرفته است و به همین ترتیب رسیدیم به پایین خبر دست و پاسگزارم از و همراهیتون تا بعد خدا نگهدار